من سلام از هر صدا داریم. سلام، وقت بخیر خدمت همه شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی کلاسیتی. وقتتون بخیر باشه، خدا قوت و خسته نباشید میگم به همه شما عزیزان. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگه ای شد و در یک جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. یه شمای کلی از این جلسات و این برنامه ها خدمتتون میدم و شروع میکنیم کارمونو. بچه که دو جلسه پیش، بالا جلساتی بگیم که پیش ثبت نام در واقع حضور داشتن، دیدم ما یه سری مقدماتی درباره یه بحث مربوط به آرایه دستور زبان و زبان فارسی رو خدمت شما عرض کردیم و تستای حل کردیم. اون نمونه ها بارها توی کانال بارگذاری شده، داخل بخشایش حتی داخل پیج گذاشته شد. بچه‌هایی که اگر ندیدن تا به الان اون رو، فرصت دارن که به دو جلسه قبل مراجعه کنن، چون این جلسه که امروز داریم میریم ادامه جلسه دستور زبان نیست. همونطور که میبینید پشت من آماده کردم یه جزوه جمع‌بندی آرایه‌های ادبی و بحث مربوط به آرایه‌ها رو جمع‌بندی کردم و نکاتش رو می‌خوام با هم دیگه استارت بزنیم و شروع کنیم. تو جلسات قبل کلیاتی در مورد دستور خدمتتون گفتم، نکاتی در مورد بگیم که باگ‌های دستور زبان که طراح سوال میتونه از اونها استفاده کنه و مشکلاتی که یک سوال میتونه برای دانش آموز ایجاد کنه با هم دیگه صحبت کردیم. اون نکات و مطالب رو خدمت شما عرض کردم. امروز میخوایم بریم سراغ همچین نکاتی توی آرایه‌های ادبی. آرایه‌های ادبی سه سوال حداقل، سه تا چهار سال پای ثابت هر سال کنکور هست. یه مجموعی از آرایه هاست، نمیتونیم بگیم این آرایه میاد این نمیاد. بله اگر کلیات رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم به فرض استعاره هست، تشبیه هست، ایهام هست، ایهام تناسب وجود داره، ولی اینکه چی بیاد و چی نیاد خیلی مبحث رو سخت میکنه. یه کوچولو میخوام در مورد یه سری از این آرایه ها توضیح بدم در ابتدای کار. نمونه هایی از سوالات سالهای پیش آوردم، سوالات کنکور، چیزایی که همش من تو این جلسات میارم میخوایم بررسی کنیم. میتونم بگم که 90% سوالات سوالات کنکور هست و از قصد میخوام با خود سوالات اصلی آشنا بشید، چون یه وقت یه سوال ممکنه یه مطلبی داشته باشه بگیم خب این مال مثلا نمیدونم فلان آزمون بوده، این مال فلان آزمون بوده نمیداد، ولی وقتی که دیگه سوال اصلی آرایه ها یا دستور یا قرائت لغت و املا از بحث مربوط به دست کنکور باشه و سازمان سنجش سوالات رو طرح کرده باشه، دیگه اون وقت عذر و بهانه ای نیست که بگیم که نه این سوالات که نمیاد. ما خیلی وقتا تا سالهای پیش یکی از چیزایی که بارها میگفتیم مثلا فلان نوع سوال نمیاد، در صورتی که تو این چند سال همه اون تلسما شکسته شد، همه اون چیزایی که میگفتیم که نه اینطور تاریخ ادبیات نمیاد اومد، خیلی از همکارا فلان مدل سوال نمیاد اومد. پس نمیتونیم بگیم که این نمیاد، باید خیلی از چیزها رو به عنوان امکان در نظر بگیریم. بعضی از موارد رو میتونیم با قطعیت بگیم، بحث مربوط به دستور، نقش کلمه، گفتیم وابسته ها میاد در مورد آرایه ها به همین ترتیب، ولی اینکه چیزی که نمیاد واقعا کار ما نیست بخوایم پیش بینی کنیم. به همین دلیل چیزی که امروز در نظر گرفتم بحث مربوط به آرایه هاست و یه کلیات و نکاتی در مورد آرایه ها، خصوصا درباره 5 تا آرایه اصلی. نمیخوام کل مبحث رو واکنم، البته اگر نیاز باشه و شما نیاز به توضیح داشته باشید هیچ مشکلی ندارم در مورد توضیح دادنش. منظورم اینه که چون زمان فشرده است و میخوام از زمان استفاده کنیم، سعی کردم که موارد و نکات رو به صورت فشرده و ریز ریز مطالب رو بیارم و جزئیاتی که به نظرم بیشتر برای یک دانش آموز و یک بگیم که دانش آموز کنکوری نیاز بود بیارم. واسه همین دیگه نیومدم کل مطالب آرایه رو بیارم، کلی میخوام کنارم بذارم. امروز یه بخش زیادی از بگیم که استعاره های مهم رو خواهیم خوند، یه بخش زیادی از اشکال و انواع مختلف تشبیهات رو با هم میخونیم، مجاز، تلمیحات مهم، سوالاتی که اینجا من خیلی درگیر بودم به این بهونه، هم حالا سوالاتی خیلی وقتا از طریق بگیم همین کلاس ها برگزاری این کلاس ها به گوشه می رسید، یا خیلی وقتا کلاس هایی که خودمون مستقیما با بچه ها چه آنلاین چه حضوری سر و کار داشتیم و سوالاتی که می پرسیدم به فرض آیا جرین چی کار کنیم در مورد تلمی، چه استعاره هایی مهمتره،
چه مجازهایی مهمتره، چیا بیشتر کاربرد داره. میخوام اونا رو باهاتون در میون بذارم، همون چیزایی که من مستقیما تو کلاس‌های شخصی و خصوصی خودم خدمت دانش آموزا عرض میکنم، میخوام اینجا همونها رو به صورت شست رفته خدمت شما بگم. پس لطفاً همراه باشید که بریم سراغ این نکات و سوالات. پس گفتیم بحث اصلیمون بچه‌ها بر 5 تا آرایه است: استعاره، تشبیه، مجاز، ایهام و ایهام تناسب و تلمیح. به این دلیل میگم تلمیح چون اگرچه آرایه به نسبت آسونی نشون میده، اما معمولا بچه ها سر یه سری از داستان ها و یه سری نکات به مشکل برمیخورن. بریم ببینیم چی میخوایم بگیم در مورد حالا بحث مربوط به آرایه ها. خب عزیزان، میخوایم الان در مورد انواع استعاره توضیح بدیم. بچه‌هایی که انسانی باشن میدونن که ما دو نوع استعاره داریم اسمن. بچه‌هایی که غیر انسانی باشن نیاز ندارن که این دو نوع رو بخوان اسمن بدونن. اگرچه مطمئنم خیلیاتون آشنا هستید با بحث مربوط به اسم استعاره، مثلا استعاره مصرحه، استعاره مکنیه آشنایی دارید، اما لزوماً ممکنه اسمش رو ندونید و نیاز هم نیست، مگر بچه‌هایی که بچه‌های انسانی باشن و با اسمش سر و کار دارن. ببینید بچه‌ها، تو یک تقسیم بندی کلی ما قبل اینکه بخوایم مثلا اسم بذاریم برای هر کدوم از اینها، باید این رو در نظر بگیریم و بدونیم که استعاره تشبیه هست که یکی از ارکان و اجزای اصلیش نیومده. ما در تشبیه 4 رکن داشتیم: مشبه، مشبهون به، وجه شبه و عدات تشبیه. من بچه اینجا نگاه میکنم خیلی وقتا میخوام اینم سوالی نکته‌ای هست واسه همین برمیگردم این برمی بینم. خیلی از این نکات میاد. پس تا اینجا تشبیه بود، استعاره همون تشبیهه، با این تفاوت ما تو تشبیه میگفتیم که مشبه مشبهون به باید بیاد، وجه شبه میتونه بیاد میتونه نیاد، عدات شاید بیاد شاید نیاد. اما در مورد استعاره یه قدم پا رو فراتر گذاشتیم و گفتیم که علاوه بر این که وجه شبه و عدات نداریم، یا مشبه یا مشبهون به هم نخواهیم داشت، یا این یا اون رو نخواهیم داشت. پس بر اساس این توضیحات میگیم که ما توی توضیحات بخوایم بررسی کنیم، اینجوری بخوایم در نظر بگیریم، بگیم خوب دقت کن لطفا، میایم میگیم که استعاره همان تشبیه، اما بدون مشبه هم به یا مشبه. توی تشبیه مشبه و مشبه هم به باید میومد، استعاره یکی از اینها میاد. بر اساس همین مطلبی که الان میخوایم بگیم و همین نکته که میخوایم الان خدمت شما عرض کنیم، خوب دقت کن، استعاره به دو گروه تقسیم میشه بر اساس همین. تو یک نوع اول از استعاره ما میگیم چی؟ تو نوع اولش مشبهون به میاد به اضافه یک نشانه، که میشناسید این رو. به این نوع استعاره چی میگفتیم؟ وقتی که مشبهون به میاد و یک نشانه داشت بهش میگفتیم استعاره مصرحه. استعاره مصرحه، بله متشکرم. خب پس این استعاره استعاره مصرحه هستش، نوع اول که مشبهون به می اومد و یک نشونه. این نشونه چیه؟ نشونه این هستش که من بر اساس این نشونه تشخیص میدم که این کلمه در معنای استعاری به کار میره یا نه. مثال بزنم، خوب دقت کن لطفا، کلمه ای مثل مروارید رو من مثال میذارم برای اینکه خوب درک کنی. از اون کلمات اتفاقا پرتکرار و مهم هم هست توی بحث مربوط به استعاره. کلمه مروارید ما میدونیم از جواهر حساب میشه، از جواهرات. حالا جواهرات از نظر زبانشناسی غلطه، چون جواهر خودش جمع مکسره، دوباره نمیتونیم جمع معنی، ولی جا افتاده. خب میدونیم وقتی میگیم فلان این مثلا مروارید خرید، طبیعتا مشخص مروارید از همون جواهر رو خریده. اما لطفا به این مثال دقت کن، وقتی میگیم که از آسمان مروارید میریخت یا بگو میبارید، دیگه میدونی اینجا آسمونت نشونه میشه برای اینکه مروارید رو در چه معنا به کار ببری؟ در معنای باران به کار ببری. گفتیم در واقع این بود، باران مانند مروارید
که فقط چی آوردیم؟ اومدیم مروارید که مشبه اون به باشه آوردیم. توی مثال بعدی دقت کن، میگیم که از گوشه چشمانش مروارید میریخت. با اینکه مروارید همون مرواریده، با اینکه داستان همونه، اما اینجا مروارید رو اشک در نظر میگیری. ببین ساختار کلی چی شد؟ یک مشبه داشتی که اینجا مروارید باشه. خوب دقت کن، یه مشبه که مروارید تو بالایی، مروارید توی پایینی هم مرواریده، تو اینجا هیچ فرقی نداره. اما چون آسمون اومده میگه معنی مروارید چیه، چون چشم اومده میگه معنی مروارید چیه. خوب دقت کن لطفا. پس مشبه اون به آمده و یک نشونه‌ای داره که به من میگه که اونو در چه معنایی به کار ببرم. نتیجه‌ای که میگیریم چیه؟ این هست که توی استعاره مصرحه کلمه در معنای به اصطلاح مجازیش میتونه به کار بره. مثالای مختلف دیگه نمیخوام بزنم، که مثلا بخوایم بگیم که از دهانش دور و مروارید میریخت، میگیم که سخنان ارزشمند دیگه. نه امثال اینا دیگه نمیخوام، میخوام شسته رفته مثال بزنم. این تو نوع اول که به اصطلاح میگفتیم مشبه هم به میومد به اضافه یک نشونه. تو نوع دوم دقت کن، مشبه میاد به اضافه یک نشانه از مشبه هم به محذوف. حواست هست؟ پس تو یکی مشبه میاد، تمام خیر، یک نشونه از مشبه هم به محذوف هم میاره. به این مثال دقت کن، تو همچین موردی، حالا به اصطلاح ما بهش میگیم استعاره مکنیه بچه ها، استعاره مکنیه. تو انسانی ممکنه استعاره کنایه هم بشنون، همینه، هیچ فرقی نداره باید. تو همچین مواردی یا به صورت جمله میومد یا به صورت یک عبارت و ترکیب. قاعدش یکی بود، بیس کار یکی بود. وقتی به صورت جمله میومد میگفتیم که خورشید شکفت. خوب دقت کن، یعنی چی خورشید شکفت؟ وقتی همچین مثالی میزنم خورشید شکفت، ما میدونیم شکفتن کار خورشید نیست، در واقع مشبه رو آوردیم، مشبه اون به که گل و گیاه باشه رو چیکار کردیم؟ حذف کردیم و نیاوردیم. چی آوردیم؟ یک نشانه از مشبه اون به محذوف در اونجا دادیم. ببین قاعده، مشبه آمده، مشبه اون به گل بوده حذف شده و یک نشونه ازش اومده. گاهی اوقات ممکنه به صورت یک ترکیب بیاد که به اصطلاح به این ترکیب میگیم اضافه استعاری. خب بهش میگیم اضافه استعاری. مثلا میگیم که خنده خورشید، یا مثلا میام مثالای مختلف میزنیم، میگیم که شکفتن همین خورشید رو مثال بزنم، از قصد از بالای خورشید. دقت کن، وقتی میگی خنده خورشید، خورشید مشبه ماست، اومده یک مشبه هم بهی بوده که یک انسان بوده که دارای خنده است، ویژگیش رو خودشون آورده. چی آورده؟ ویژگی آورده. وقتی میگی شکفتن خورشید، یک گل و گیاهی بوده، بازم نیومده، حذف کرده. چی آورده؟ یک ویژگی و نشونه ازش آورده. این دو نوع استعاره، مصرحه مکنیه، مصرحه مشخصه، یک کلمه در معنای مجازی به کار میره مشخصن. وقتی میگیم مکنیه، دارای این واسطه ها بود، یک نشونه ازش داشتیم و به شکلهای مختلف استفاده میشد. حالا میخوام توی ادبیات و سوالات کنکور مواردی که تا به الان خیلی خیلی پرکاربرد بوده رو بچه ها بگم و لزوماً یه میونبر بهت بدم، یعنی تو اینا رو داشته باشی و دیدی بگی که معمولاً چی داریم؟ استعاره داریم. بیا سراغ کلمات، اینا رو کنارم آوردم تو بدونی. استعاره های، حواست به من است، استعاره های مصرحه معروف و پرکاربرد. پس اینجا من درباره استعاره های مصرحه دارم صحبت میکنم که معروف و پرکاربرد هستن. توی ادبیات دیگه پای ثابته، میتونیم بگیم هر شعر عاشقانه و غنایی چیه؟
یار و معشوق و زیبایی ها و ویژگی هاش. بله بله الان مثال بیشتر به کار میبریم حتما. این نمونه ها رو اتفاقا واسه میگم بیارن که ببینید و تو مثال ها ببینید که این کلمه ها وقتی که اومد میتونیم بگیم که 90% مواقع این کلمات تو اشعار فارسی در معنای استعاری به کار میرن مگر خلافش ثابت بشه. خوب دقت کن، ما برای یار حالا بگیم محبوب بگیم معشوق فرق نمیکنه، در ادبیات یه سری کلمات داریم که اون کلمات بیش از بقیه استفاده شده. چند بار تا حالا کلمه ماه رو دیدی؟ چند بار تا حالا کلمه سنم رو دیدی؟ یا هم معناش بت رو دیدی؟ این دقت کن، اینا برو تو همین شانسی بگیم که همینجوری دیوان حافظ رو واکن، سعدی رو واکن، ببین همین کلمات ای ماه، اینم ماه رو، چقدر اومده این موارد، بت، سنم، چند بار تکرار شده. یکی از چیزایی که تو چند سال اخیر میتونیم بگیم توی 98 تا 99 خصوصا پرتکرار بوده اینه که تعداد رو از ما خواسته. تو سالهای قبل مثلا میگفت در کدام وزنه این آرای به ترتیب وجود دارد، بالاخره تو یکی پیدا میکردی تمام میشد میرفت، یا با گزینه‌های دیگه جمع و جورش میکردی. تو همین چند سال اومده در کدام موارد یا در کدام بیت استعاره بیشتر است، در کدام مورد تشبیه بیشتر است، تعداد مجازها بیشتر است. حالا میرسیم به این موارد. وقتی تو همچین سوالی میره تو باید میونبر داشته باشی، یه سری کلمات رو وقتی شنیدی و دیدی بگی تموم شد پیداش کردن. همین، پس واسه همین دارم این کلمات رو میگم که این کلمات رو به عنوان نمونه های پرکاربرد داشته باشی. پس ماه، صنم یا هم معناش بت، بارها و بارها تکرار شده، این کلمات رو دیدی میتونه استفاده کنی. برای چشم بچا یه استعاره مهم و پرکاربرد چیه میدونی؟ یا نرگس، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان. کلمه نرگس یکی دیگه از استعاره های مهم برای چشم که ما روزم به کار میبریم، به اون بگیم که مردم آسیای شرقی اصطلاحی روشون گذاشتیم، میگیم چشم بادومی. دقت کن، میگیم چشم بادومی. پس بادام یکی از موارد پرکاربرد محسوب میشه، بادام یکی از موارد پرکاربرد برای چشم هستش. اشک بچه ها همین الان داشتیم، یکی از موارد پرکاربردش مروارید هست. خیلی مروارید پرکاربرده وقتی که تو فضای اشک باشه یا حتی کلماتی، دقت کن، کلماتی مثل مثلا بگیم که عقیق که خیلی وقتا میتونه در معنی لب به کار بره یا در معنی اشک بستگی داره، تو چه فضا و تو چه ساختاری باشه. خیلی باید دقت کنیم به این کلمات. که کلمه ستاره، ستاره فوق العاده پرکاربرد، مروارید، ستاره از اون کلمات پرکاربرد برای اشک هستش. برای چهره بچه ها ما بارها و بارها و بارها کلمه چهره رو همین اینو ماه آورده، یا وقتی خود کلمه مه یا ماه رو بازم برای چهره استفاده میکنه. خیلی پرکاربرد همین کلمات که داره استفاده میشه. یا برای ابرو دقت کن، کلمه کمان، کمان ابرو، اصلا ما چقدر این کمان ابرو داشتیم، یا کمان ابروی یار، چقدر این اضافه تشبیه رو داریم، کمان بارها و بارها استفاده شده. از اون ور وقتی به مژه رسیده بارها مژه رو تیر آورده، یا کلمه خدنگ آورده. خدنگ، خدنگ هم یه نوع تیره، حالا مژه مد نظرشه، خدنگ یار مثلا توی مفهوم داره استفاده میکنه به شکلهای مختلف، به بهانه های مختلف. بارها برای دهان استعاره معروفی مثل پسته آورده، حالا مثلا خیلی وقتا حتی این کلمه خندان و نمیدونم و امثال اینها بهش نسبت داده. ما این استعاره همین امروز هم استفاده میکنیم،
میگیم پسته خندان به اون بازبونن دهان پسته، به اون شیار داره اشاره میکنه. این هم همینه، دهان پسته خیلی مد نظرشه و مهمه، و حالا مثلا به اینکه خندان بودن، ناراحت بودن و امثال اینها. برای لل خیلی 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 دیگه بارها شنیدی و داشتی، لب استعاره مهمش لل، یا کلمه شکر. همین یکی دو سال کلمه شکر، نه که قبلش نبود، ولی همین یکی دو سال میتونه بگیم از پرکاربردترین سالها بوده برای اینکه بخواد بگیره مثلا دو شکر، این دو لب. لل بارها اومده به شکلهای مختلف. برای زلف و مو کلمه سنبل، دام، کمند، از اون موارد بسیار مهم و پرکاربرده که مثلا سنبل یکی بارها و بارها به شکلهای مختلف این کلمات رو تکرار میکنه و تو بیتا میاره. میگه بوتی دارم که گرد گل، اون چهره، برای چهره من گل رو هم بیارم، ز سنبل سایبان داره. ببین بوتی دارم، بوت رو همون یار و محبوب و معشوق در نظر گرفته، که گرد گل یعنی دور اون چهره، اون روی، حالا بگیم زیبا، از سنبل سایبان داره. ببینید این کلمات چقدر معنی دارن. اینا کلید واژه های ادبیات محسوب میشن. تو با دونستن این کلید واژه ها، مثل که شب امتحان انگار خیلی وقتا مثلا میخوایم بخونیم یا اون موقع زبان میخونیم کلماتو بدو 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 حفظ میکردیم، حالا یه همچین چیزیه. اینو انگار داری زودتر کلید واژه ها رو یاد میگیری، کنار هم میذاری. برای به یه بخش زیادی چقدر گفتیم یار و ویژگی های یار، حالا چشم، نمیدونم چهره، عشق، ابرو، احساس کنم قصابی اومده. خب دقت کن، برای دنیا چقدر پرکاربرد کلمه ای مثل کاروانسرا. زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. کلمه رباط، رباط نخونی ها، رباط. رباط بازم مثل همون معنی کاروانسرا هستش. از این رباط دو در چون ضرورت هست رحیل، رحیل یعنی سفر. میگه از این رباط، از این کاروانسرایی که دو تا در داره ضروری رفتن، از یه در میای از یه در میری، از دنیا میای میمیری. چقدر این مثال ها پرکاربرده. یا کلمه حالا این پایینش میگیم سرای سپنج، سرای سپنج، سپنج یعنی سپنج روزه، موقتی، خونه چند روزه. یا بارها کلمه دار و خانه، دار و خونه نخونه، بذار جداش کنم که اشتباه نشه، دار و خانه، که دار و خونه نخونی، نه دنیا دار و خونه نیست، همون خونه مد نظرش همینه. برای کلمه دل، اینو به شکلهای مختلف، خالی لحظه دقت کن، از این کلمات پرکاربردش دانه هست. اون دانه مثلا اون طعمه، یه میگه مثلا اون طعمه ای که میذاره، طعمه برای شکار. خال رو خیلی وقتا انگار اون دانه و اون طعمه برای شکار در نظر گرفته به شکلهای مختلف. قد رو ببین دیگه، قد که فوق العاده معروف و پرکاربرده. این سرو، قد سرو، سرو قد. یا مثلا کلمه شمشاد، شاه شمشاد قدان، خسرو به شیرین دهنان، از اون کلمات بسیار مهم و پرکاربرد. بیام سراغ دل. به این همش به شکلهای مختلف داره این کلمات تکرار میشه. بارها اومدیم اینا رو تکرار کردیم آوردیم. اینا فوق العاده به دردت میخوره، حتما این کلمات رو یادداشت کن، داشته باشی. و از من بهت نصیحت، برو ببین تو همین نمونه هایی که حالا هم امروز کار میکنی، هم مواردی که تا الان زدی، کتابی اگر دم دستت داری با این الگویی که من بهت دادم، برو هر کتاب ببین چقدر این کلماتی که من دارم استفاده میکنم پرکاربرده و بارها و بارها اومده. برای بچه کلمه دل آینه آوردن، یا آینه، آینه برای دل.
به یه آینه پاکدار. معشوق اگر میطلبی آینه پاکدار. آینه پاکدار یعنی چه؟ آینه رو پاک کن، یعنی شیشه ماشین رو پاک کن، آینه شو، آینه رو پاک کن، یعنی دلت رو، وجودت رو پاک کن. چقدر کلمه پرکاربردیه، بارها و بارها و بارها این موارد اومده به شکل‌های مختلف. پس تو همین نمونه‌ای که الان داری می‌بینی، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 تا 13 تا استعاره پرکاربرد که تازه برای بعضیش 2 تا 3 تا، مثلا برای یار 3 تا کلمه داریم، برای چهره 2 تا داریم، برای اشک 3 تا داریم. یعنی تو 13 مفهوم استعاری برات آوردم، تازه با اون جانبی و 2 تا 3 تا آوردن، یه چیز دوربر 25 تا، بعضیا 3 تا، بعضیا 2 تا، 20 25 تا حداقل استعاره مهم کاربردی و کنکوری رو داری یه جا می‌بینی. برو ببین که تو همین سوالات، تو همین نمونه ها چقدر این کلمات اومده و پرکاربرد بوده. آقا غیر از این نیست، میخوای بگی همینا میاد؟ نه، من کی گفتم همینا میاد؟ گفتم اینا مواردی بوده که تا الان تکرار شده. یعنی یک سال ممکنه یه چیز عجیب و غریب آورده باشه، ولی حداقل تو قبلی ها رو بشناسی. وقتی اومد کلمه لعل رو استفاده کرد، نگی لعل چی بود؟ لعل دیگه ننه بزرگ با بزرگای ما میدونه، از اون چیزای قدیمیه. پس حواست باشه اینا از این جهت میگم تکرار کن و دقت داشته باشی که اشتباه نشه. خب پس این یه نمونه کامل از استعاره های معروف. و بازم تاکید میکنم اینا اومدن استعاره مصرحن برای بچهای انسانی که نوع استعاره براشون مهمه. خب چون تو سوالات اینها اومده، من اول این نکات رو مجبورم که توضیحات مقدماتی و جانبی بدم، بعد برم سراغ نمونه ها و سوالات که بخوایم با هم دیگه حلش کنیم. نمیشه یهو بریم سراغ سوالات که بررسیش کنیم. در مورد تشبیه نمیخوام زیاد طول و تفصیل بدم، بگم که این از آن است. یه چیزی که گفتم و امسال هم چند بار تکرار شده این هستش که جالبه، شما تنوع تشبیهات داشتید، مثلا تشبیه اسنادی داشتی با فعل اسنادی میومد، تشبیه اضافی یا همون اضافه تشبیه داشتی که بارها و بارها تکرار شده بود و میومد. دیگه عرض کنم یه تشبیه ساده و معمولی داشتی. یه تشبیه جدیداً تو سوالات میبینم خیلی داره تکرار میشه، بارها و بارها تو موارد مختلف هست. میخوام روی بیشتر تاکید کنم، پس نمیخوام سراغ اسمها برم. اضافه تشبیه رو میدونی، دوتا کلمه به هم اضافه میشن و تشبیه رو ایجاد میکنن. دیگه تشبیه اسنادی رو میدونی، وقتی که میگه علم نور است، یعنی علم مانند نور است. اما یه نکته دیگه، ما یک ترکیب تشبیهی بیایم اسمشو بذاریم، یه ترکیب تشبیهی که این یکی دو سال میبینم همش داره تکرار میشه، بدک نیست که توجهی بهش داشته باشیم بدونیم. دقت کن کلماتی وقتی میگم ترکیب تشبیه، این دوتا کلمه، یعنی میتونه بگیم کلمه به اضافه یک کلمه دیگه شده. مثلا میگیم که سروقد، گلچهره، پریپیکر. ببین دقت کن، سروقد یعنی قد مانند سر، گلچهره چهره مانند گل، پریپیکر پیکر مانند پری. تو همین سوال هنر یا زبان، الان دقیق حضور ذهنم نمیشه، شاید هر دوتا، میدونم یکی از این دوتا بود، 99 هم بود اتفاقا، اومده بود تعداد ترکیب ها یا صفت مرکب به این شکل آورده بود کنارم، سروقد، نم، گلچهره، پریپکر و امثال اینها. اینا رو بهش میگیم ترکیب تشبیه. و یکی چیزایی که باید بهش دقت کنید اینه، علاوه بر تشبیهات رایج و معمولی که یاد میگرفتید و تازگی نداره براتون، یکی از چیزایی که باید باهاش سر و کار داشته باشید و ببینید این هستش که این تشبیهات رو از دست ندید. این تشبیهات حواستون باشه، نمونه هاش رو ببینید و در نظر داشته باشید. کلی میتونیم از این موارد بهش اضافه کنیم. کلمه مثل سنگ دل، دل مانند سنگ، پرتکرار اتفاقا، و نمونه های از این دست که دوتا کلمه به همدیگه یا چسبیدن یا در کنار هم قرار گرفتن. هیچ فرق نمی کنه، یا چسبیدن یا کنار هم قرار گرفتن. بهش میرسیم تو این تشبیهات. خب
بریم سراغ مجاز و بعد از این مجازهای معروف کنکوری که بارها بارها ببینید زیاد هم آوردم از استعاره بیشتر. ببینید اولا وقتی میگیم مجاز باید بدونیم مجاز در مقابل حقیقت هستش. ما یک بار یک کلمه رو در معنای حقیقی و واقعی استفاده میکنیم، یک بار در معنای غیر حقیقی استفاده میکنیم. یعنی وقتی که من میام میگم که به فرض بچه درس بخونید، تو از کلمه درس که معنای دیگه نمیخوای استنباط کنی و استخراج کنی، نمیخوای یه مفهوم دیگه ازش استخراج کرده باشی، به این باید دقت کنی که اون کلمه به شرطی میتونه مجاز باشه که در معنای غیر واقعی به کار رفته باشه. میتونم مثلا صندلی رو بردار اونجا بشین، نمیدونم درس بخون، برد پای تخته بنویس، همین حرفای روزمرمون. معمولا حرفای روزمرمون بیشتر شامل اینها میشه که به شکلهای مختلف استفاده میشه و کاربرد داره. اما یه سری از کلمات هستن که حالا هم تو زبون روزمره امروزمون هم در زبون قدیم در معنای غیر واقعی استفاده میشدن. دقت کن، در معنای مجاز یا همون غیر واقعی و غیر حقیقی استفاده می شدن. یعنی وقتی شاعر داشتون استفاده می کرد و من مخاطبی که مخاطب شاعر بودم می دونستم که این معنا رو داره در یک مفهوم مجازی استفاده می کنه، این کلمه رو داره در فلان معنا استفاده می کنه. مثل همین الان که با همدیگه شما حرف می زنیم، مثلا توی فضای سنی شما یه چیزای جدیدی بعد وقت اضافه شده که همین مجازه، چیز عجیب و غریبی نیستش که استفاده بشه. اسم اومده برای چی؟ اسم اومده مهندس، طبیعیه یه تعداد پشتن پشتن فقط اسم این برمده، چون جای سوال اسم اومده گفتم نکنه نکته باشه. خب متشکرم. خب آها احتمالا اگه پیام می‌خواستید ببینید بچه‌ها، فکر کنم یا پیام خالی اومده یا حالا دقت کنید نمی‌دونم چیزی سوالی بوده یا نه. خب اینو داشتیم می‌گفتیم، حالا می‌خوام یه تعدادی از مجازهای مهم و پرتکرار ادبیات رو با هم دیگه چک کنیم. یکی از کلمات بسیار 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 مهم کلمه سر هست. سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. سر در معنای فکر، اندیشه، قصد، خیال. دقت میکنی؟ سر در این معانی داره به کار میره. اینجا دیگه سر معنی سر، مغز معنی عادی نیست. کلمه خون بچه از اون کلمات پرکار برد. محتاج قصه نیست گرت قصد خون ما، مجاز از قتل، کشتن و امثالی. خیلی وقتا کلماتی مثل عالم، جهان، دنیا، شهر، کشور اینا رو استفاده میکنه، منظور مردم اونجا هستن، مردم آن. میگه دل عالمی بسوزی چو ازار برفوزی. یعنی چی دل عالم رو میسوزونی؟ این دل مردم جهان عالم رو، دل مردم دنیا رو. پس جهان، عالم، دنیا، شهر، هر کدوم باشه، مردمی که در اونجا زندگی میکنن مد نظرشه. کلمه مثل تخت، انگشتر، یکی دیگه هم اینجا اضافه میکنم، نگین. انگشتر و نگین، نماد یعنی پادشاهی و سلطنت. میگه تخت او برباد رفت، برباد شد. من وقتی میگه تخت او برباد رفت دقت کن، بله حتما الان توضیح میدم، حتما توضیح میدم. ببینید سوالی نمیگه، یه بار دیگه توضیح میدید که مجاز در مقابل حقیقت هستش. سوال چینه؟ حالا یعنی چی؟ ببین ما کلمه انگشتر رو تو حالت عادی مثلا میگیم تو دستش انگشتر هستش، و
معنی پادشاه یا سلطنت آیا در نظر میگیریم؟ خیر. وقتی میگیم مثلا تخت پادشاهی، به این تخت سلطنت و پادشاهی مشخصه، اما وقتی میگیم که تخت او بر باد رفت یعنی چی؟ مگه میشه این تخت همون تختش رفت دیگه، تموم شد رفت، تختش خراب شد، موریانه زد؟ نه، مشخصه اینجا تخت رو در معنای غیر از اون معنای عادی و رایج داره میگیره. من و تو وقتی کلمه تخت، انگشتر، خون، سر و عالم رو استفاده میکنیم، مگر موردی که بازم میخوایم مجازی بگیم، من و تو وقتی استفاده میکنیم در معنای واقعی به کار میبریم، نه در معنای مجازی. اما شاعر خیلی وقت وقتی استفاده میکنه، مثلا میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. یعنی چی نگین سلیمان رو نمیگیرم؟ یعنی چی فقط همون نگین انگشتریش رو نمیگیره از سلیمان؟ مشخص اینجا وقتی کلمه نگین رو به کار برده، دیگه خود کلمه عادی مد نظرش نیست، نگین انگشتری نمیگیره، یعنی حالا اون انگشترش رو، انگشتری که نماد تاج و تخت و سلطنت بوده. پس به همین دلیل وقتی میگم که معنای مجاز در مقابل حقیقت هست، ما یه بار کلمات رو در معنای عادی استفاده میکنیم، مشخصه، یه بار کلمه رو در معنای غیر واقعی به کار میبریم، معنی است که من و تو داریم بهش میدیم. حالا یه بار من و توی نمیدونم نوجوان، من و توی شاعر، من و توی نویسنده، من و توی نمیدونم بازیگر، یه سری کلمات هست توی هر زبون و فضایی وجود داره، بازیگرا یه سری کلمات خاص دارن، نمیدونم مثلا به فرض میگم ورزشکارا یه سری کلمات خاص دارن، اینا رو بهش میگیم مجازهایی که از اون بافت اصلی خارج شده و یک معنای غیر واقعی گرفته. خون دیگه به این معنی نیست که بگیم همین خون عادی، در خون کسی شدن یعنی که بخوای قدم بذاری از خونش رد بشی، مجاز از کشتن و قتل او هستش. از این جهت میگیم که در معنا و مفهوم مجازی داره استفاده میشه. بازم این اگر نکته‌ای هست به من بگو. مثلا کلمه مثل دم رو در نظر بگیر، دم و بازدم، نفس هست، سوالت عادی دم نفسه، از خود نفس رو هم اینجا آوردم، بازم هر دوتا دم معنی عادیش وقتی میگه ولی یک دم بنشین، یعنی به اندازه یک نفس کشیدن بنشین، یعنی همون یک لحظه بنشین. خب خدا رو شکر زنده باشی. بازم هر وقت نکته هست اتفاقا خیلی عالیه که تو این بحثا شرکت میکنی، مطمئن باش فقط سوال تو نیست، سوال بچه هم هست، با به اشتراک گذاشتنش با ما یه بهونه میشه من اینو توضیح بدم و مطمئناً یه زوایای جدیدی از اون مبحث مشخص میشه. خب بریم ادامه. پس دم همین دم و بازدم، تنفس، نفس کشیدن، همین حالت عادیه. ولی وقتی میگه مثلا دمی بنشین، یک نفس بنشین، یعنی به اندازه یک نفس کشیدن، شاید دیگه نمیدونم بگیم یه ثانیه، دو ثانیه، پس میخوایم بگیم یعنی یک لحظه یا زمان کوتاه و کم مد نظرشه. نفس هم دوباره همینه، به معنی لحظه و زمان کوتاه، هر دوتا تکرار میشه، هیچ فرق نمی کنه. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، یعنی چی در آن نفس؟ یعنی در اون نفس کشیدن. مشخصه دیگه نفس اینجا معنی اصلیش نیستش دیگه، پس معنی مجازی داریم براش میگیریم. مثلا اینو میگم که یه معنای حقیقی داره یه معنی مجازی، اینه این نفس رو دیگه به اون معنی تنفس در نظر نگرفتم، این در اون لحظه، در اون هنگام، در اون وقت. بیتو ببین، میگه به یاد روی شیرین بیت میگفت. یعنی چی به یاد روی شیرین بیت میگفت؟ یعنی اینکه شعر میگفت. بیت یک جزئی از شعره، پس خود شعر مد نظرشه. کلمه حرف، من وقتی میگم حروف یعنی الف ب پ ت س نم ای بی سی دی، هر کدوم از اینا، ولی وقتی میگم حرفش زیبا بود یعنی الف ب پ ت س قشنگ بود؟ نه، یعنی اینکه سخن و کلامش دلنشین و زیبا بود. پس من حرف رو در مفهوم مجازی کلام و سخن دارم میگیرم. دست، همین کلمه که بچه ها ما تو ضرب المثل هم داریم، میگیم دست بالای دست بسیار است،
یعنی چی؟ هی این دسته این دسته روش اومد، اون یکی میره اون یکی همین، یعنی مثلا چه چیز عجیب و غریبی داره میگه که ضرب المثل باشه. وقتی میگیم ضرب المثل، فشرده اندیشه و تفکر یک ملت هست که داره استفاده میکنه. همین مثلا دست رو دست اومده دیگه، نه مشخصه اینجا دست رو در مجازن در معنای قدرت و توان و نیرو داره میگیره. میگه گر دست دهد، اگر دست بده، یعنی اینکه اگر قدرت و توان و نیروش رو داشته باشم. میگه گر دست دهد زلف سر، نه موی سر زلف نگارم، میگه اگر بشه، اگر توانش باشه، اگه قدرتش رو داشته باشم، اگه شدنی باشه. پس دست در معنای قدرت و توان و نیرو. من این چند تا معنی بکنم، من میخوام درکش کنی ها واسه همین. یا خیلی وقتا چشم و گوش و دل و سینه و دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. وقتی چشم و گوش و دل و سینه مجازن یعنی شخص، انسان، پیش دیوار آنچه گویی هوش دار، تا نباشد در پس دیوار گوش. یعنی چی در پس دیوار گوش نباشه؟ یعنی که شخصی نباشه، انسانی نباشه. به این دقت میکنی؟ پس موارد بسیار پرکاربردی هست اینایی که داره میادش و بارها و بارها و بارها تکرار میشه. یک چشم میاره یا گوش میاره یا دل یا سینه، خصوصا این کلمه دل یا کلمه سینه. این کلمه دلا بارها و بارها اومده، دل بهش خطاب شده، علاوه بر اینکه استعاره هست به شکل مجازی هم داره استفاده میشه هر دوتا. بیایم پیمانه، جام، ساغر، همه اینها بچه ها ظرف شراب نوشیدن هست. پیمانه، جام، ساغر. خب وقتی میاره پیمانه، جام، ساغر، منظور اون شراب و محتوای داخلش هست. پیمانه نوشیدن یعنی شراب نوشیدن، ساغر و جام نوشیدن هم به همین ترتیب. ظرفش رو آورده، محتوای داخلش مد نظره. یکی از موارد بچه پرکاربردش وقتی تضاد میاره در معنی مجازی استفاده میشه. میگه مثلا پیر و جوان، مرد و زن، خرد و کلان آمده بودن. وقتی دو طرف رو میاره، پیر و جوان اومده بودن، ریز و درشت. وقتی دو طرف رو میاره مجازن یعنی همه و کل. تو مثالای کتاب همین کلمه اتفاقا هستش. میگه توی رزاق هر دانا و نادان، توی خلاق هر پیدا و پنهان. ببین پیدا و پنهان یعنی خلاق آفریننده همه، رزاق دانا و نادان بازم یعنی رزق روزی دهنده همه. تضاد آورده، دو طرف طیف رو میاره، دو سرش رو میاره از این پیوستار، ولی منظورش همه و کلش هست. چقدر این موارد پرکاربرد بوده تو مثالها. کلمه خاک، یه بار میگیم رو میز خاک نشسته، میگیم که خب چه خاک نشسته، اینجا نیست تا تمیزه، خیالتون راحت. ولی وقتی که میگیم رفت سر خاک پدرش، خاک به معنی قبر داره به کار میره. پس در معنی مجازی ببین چقدر این کلمات تکرار شده. یا من از، میگه من ایرانی از خاک آزادگانم، به معنی سرزمین و کشور. این دقت میکنی؟ خاک به معنی قبر، خاک به معنی سرزمین و کشور، خاک به معنی زمین. میگیم پشتش رو به خاک مالید، اینجا خود کلمه زمین هم داره استفاده میشه. ببین زمین با خاک فرق میکنه. یه بار خاک رو مثلا میگیم گل تو خاک کاشته، مشخص تو خاک کنه من گل حالا مشخص میشه. یه بار دیگه وقتی میگیم مثلا اون رو بر خاک زد، یعنی اینکه خاک عادی نیست، بر زمین زد. چقدر این مفاهیم پرکار برده بچه. کلمه تیر یا دی رو میاره. تیر اولین ماه گرما،
اینو مجازن از تابستون میگیره، تابستان. میگه بسی تیر و دیماه و اردی بهشت. این بسی تیر و دی، زیده میگیم تیر کجا دی کجا، چی داره میگه؟ ما خاک باشیم و خشت. یه بسی میگذره دنیا، عبور میکنه زمانش، طی میشه، ما خاک و خشت میشیم، هیچی از همون نمونه. پس تیر وقتی میگه به معنی تابستان هست، یا دی وقتی میگه در معنی زمستان هست. بازم اولین ماه سرد، سرمای اصلی. کلمه زبان میگه تو مرد زبان نیستی، گوش باش، در معنی سخن و کلام، گفتار، هر چیزی شبیه این در نظر بگیره. تو مرد زبان نیستی، گوش باش، گر نبندیز این سخن تو حلق را، حلق در معنای دهان، این کلمه دست و بالا داشتیم، من به جای این دست میام یه کلمه دیگه اضافه میکنم، کلمات مختلف. حالا همین کلمه که اینجا داشتیم، اونجا گفتی با چشم و گوش و اینا اعضا رو میاره در معنی شخص کلش مد نظرشه، یه بار دیگه نه، اون وسیله گفتار هست. مثلا میگیم وقتی میگه تو مرد زبان نیستی گوش باش، یعنی شنونده باش، مستمع باش. تو آدم نیستی که حرف بزن، تو زبون حرف زدن نداری. یا یکی دیگه از موارد، حالا بعد اونو اضافه میکنیم، اینجا کلمه کام رو هم میخوام اضافه کنم، این تکمیل بشه. کلمه آب بچه ها به معنای عشق، میگه آب سرم، این عشق چشمم، همینجور در حال ریزش هستش، بارها بارها تکرار شده. فصل گل می رودی هم نفسان بحر خدا. یعنی چی فصل گل؟ مجازن به معنی بهار هست، فصل گل میره. کلمه فردا میگه چو فردا نام خانان نام خانند، تو بینی، یا همون محلیش کنیم به زبان بابا طاهر، تو بینی نامه خود ننگت آیو. فردا نمیم امروز و فردا، فردا در معنای قیامت، آخرت. میبینید چقدر پرکار برده این کلمات. و کلمه کام، کام در اصل سقف دهانه، خب دقت کن، همون چیزی که ما به اصطلاح بهش میگیم سقف، سقف دهان در اصل، اما مجازن در معنای دهان استفاده میشه. میگیم کامتون رو شیرین کن، نه فقط مثلا اینطوری سقف بزنی، یعنی اینکه دهانتو شیرین کنی، شیرین کام باشی، مشخص دیگه. ببین من اینجا کلمات رو در نظر بگیرم، یعنی از همینجا دو تا ردیف داریم، یکی، دو تا، سه تا، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده و یازده. یازده تا دو تا در نظر بگیر. حالا میگم بعضیا تازه بازم دو سه تا کنار هم اومده. حالا همون 11 تا 22 تا من فقط مجاز مهم و پرکاربرد و کاریو گفتم بهت، برو ببین اینا کجا اومده، برو تو سوالات ببین، به جای اینکه حالا بیای بخونی مجاز چیست تو این بازه زمانی محدود و کوتاه، بهتره که میونبر داشته باشی بدونی جریان چیه. الان شد، پس تازه میگم بیام اینو 3 تا حسابش کنیم، نمیدونم اونو چند تا حساب کنیم، یه چیزی دور و بر 30 تا مجاز مهم رو الان بلدی. ببین سیتا نمیخواد حفظش کنی، اینا پرکاربرداست، تو همینا رو دیگه الان فهمیدی، به این صورت به شکلهای مختلف به کار میره، به صورتهای مختلف این کلمات اومده و بارها و بارها و بارها تکرار شده. پس به جای اینکه بگیم خیلی از این موارد رو خب حفظ کنیم، حفظ نیاز نیست، بیم یاد بگیریم، جمعش کنیم، کنار هم بذاریم، خیلی از این نکات به شکل‌های مختلف میاد، خیلی از این نکات به صورت‌های مختلف سوالات میاد، نیازه که ما بدونیم چی کارش کنیم و چطور بیایم حلش کنیم. پس من سعی کردم همه یه کارم تو این چند جلسه‌ای که به عنوان جمع‌بندی در نظر گرفتیم بچه‌ها، این است که بیام شسته رفته و فشرده
اون چیزهایی که تو نیاز داری به عنوان حالا بگیم که دستور زبان، البته هنوز بازم از دستورامون مونده، این وعده و قول رو بهتون میدم تکمیلش نکردم، یه بخشایی به عنوان نمونه کار با هم دیگه دیدیم. فکر نکنید بگید الان تموم شد، کلی کار داریم، بحثای مربوط به دستوری بخشی مونده، آرایه ها رو داریم کار میکنیم، ببینیم اگر نرسیدیم یه جلسه دیگه ادامه میدیم براش. گفتیم بنا رو برای تعداد جلسات گذاشتیم، بیشتر از این خواهد شد، مطمئن باشید به کمتر از این راضی نیستیم. لغت و املا، هم لغت هم املا، قرابت معنایی، نکته و کار زیاد داریم، نکته و کار زیاد داریم برای این بحثا، نیازه که بهش توجه بشه و در جریان امور قرار بگیرید برای اینکه بدونید میخواین چیکار کنید دیگه. خب قبل اینکه بچه ها بریم سراغ این تلمیحات، چون تلمیحات طولانیه، یه آنتراک چند دقیقه‌ای بریم، چون میدونم که تلمیحات تقریبا یه گرو 20 دقیقه شاید وقت ما رو بگیره. ببینم یه سوالی پرسیدن، اگر من این سوالو توضیح بدم بعدم. ممنونم، زنده باشید، لطف دارید، متشکر. با حضور گرم شما بچه ها ما انرژی میگیریم، واقعا غیر از این نیست، اینکه شرکت میکنید تو بحث ها به ما انرژی میدید، نه اینکه بگیم منتظریم باشیم، فقط بگیم حالا شما لطف دارید تعریف میکنید، ولی درست از اینها انرژی میگیریم، ولی واقعا اینه که میخوایم همه تلاشمون رو انجام بدیم که انشالله شما با یک نتیجه خوب آموزش و پرورش رو ببوسید و کنار بذارید. انشالله از بگیم که این چند ماه بعدی شما رو به جای آموزش و پرورش تو مقطع آموزش عالی ببینیم و دانشگاه. ممنون از نظرتون و لطفی که شما عزیزان به من دارید، خوشحالم که مورد قبول واقع شده، انشالله که اینها رو بتونید استفاده کنید و به کار ببرید و به بهترین نحو این آزمون رو پشت سر بذارید. یه آنتراک چند دقیقه و کوتاه بچه ها، دوباره در خدمت شما خواهیم.
هلو. سلام و وقت بخیر مجدد خدمت شما. امیدوارم که انرژی گرفته باشید، دوباره برگشته باشیم سراغ بحثمون. خسته نباشید و خدا قوت به همگی شما عزیزان. بچه‌ای که با ما بودن و حالا امیدوارم که خسته نشده باشن و همچنان ادامه بدن با انرژی ادامه بدین جلسات رو. ما یه توضیح میتونیم بگیم که مختصر مفیدی، واقعا میتونه بگیم دیگه به شکل مختصرترین حالت ممکن مطلب رو خدمت شما الان داریم عرض میکنیم. یه مباحثی از استعاره های مهم رو خدمتتون گفتیم، یه توضیح در مورد استعاره داشتیم، استعاره های مهم رو بیان کردیم، رسیدیم سراغ بحث مربوط به تشبیهات. یک مدل خاصی از تشبیه که گفتیم تو این موارد خیلی بیشتر داره تکرار میشه رو گفتیم، در مورد مجاز توضیح دادیم. حالا میخوام بریم سراغ ادامه کارمون. دو تا مبحث داریم بچه‌ها که بگیم و بعد اون یه تعداد سوالات رو با هم دیگه زیر رو کنیم و بررسیش کنیم. ایرادم نداره، حالا نمیخوام بگیم همشو برسیم، چون میخوام مطلب درک بشه، مفهومش جا بیفته قشنگ توی این جلسات. نمیخوام بزن در رو به مطالب برسیم. یکی از سوالاتی که اتفاقا این چند وقت خیلی هر ساله بچه‌ها وقتی با سوالات درگیر میشن میشنون میخونن بیتا رو، میگن آقا مثلا ما از کجا بدونیم فلان داستان به چی اشاره داره؟ مگه ما همه مثلا بگیم که آیات رو خوندیم، همه احادیث رو بلدیم، داستان‌های مثلا پیامبران رو همه رو از کجا میخوایم بدونیم؟ حق هم دارن، طبیعیه. خب بالاخره خیلی از مطالب پراکنده است، یه سری از موارد به گوشتون خورده، براتون آشنایی داره، ولی یه سری از موارد خب تازگی داره براتون، یا شاید اون میزان جدیتی که داشتید در مورد این موارد نداشته باشید. ببینید، در مورد تلمیح آیات و احادیث، اینو همین اول بهتون بگم، از آیات و احادیثی که تو کتاب اومده بیشتر نمیاد. یه بار دیگه میگم، از آیات و احادیثی که توی کتاب اومده بیشتر نمیاد. یعنی چی آقا؟ یعنی اینکه اونهایی که تو کتاب اومده برات از بقیه چیزا خیلی مهمتره. دقت کن، ممکنه که مثلا بگیم که پس 6000 خورده آیه داشته باشیم همه رو حفظ باشیم، نه، تو سرجم بذاری توی به اصطلاح بگیم که آره دیگه بخوام همه رو توی برگه آچار جا بدیم روی هم، شاید دور بره مثلا 2-3 صفحه برگه آچار از کل کتاب ها دارم میگم، 10-11-12 تو آیه و حدیث داشته باشید از کل مطالب. یعنی چیز دور بره شاید بگیم در مجموع 60-70 تا آیه و حدیث که همش هم یک نکته، مثلا بگیم خب 60-70 تا آیه حفظ کنیم، اصلا نیازی به حفظ کردن نداره. چیزی که باید تو در نظر بگیری اینجا اینه که مفهوم اون آیات رو بدونی، نکات اون آیه رو درک کنی. و مثلا میگم وقتی در مورد شهادت داره در آیه حرف میزنه، مشخص همون مفهوم کلید واژه‌اش تو ذهنت باشه، یا آشنایی کلی داشته باشی در مورد موضوعش و کلید واژه‌اش تو ذهنت باشه، همین، بیش از این نیازی نیستش که حداقل تو این بخش یاد گرفته باشی. و یه سری از داستان ها هستش بچه ها، بعضی از داستان ها رو بیشتر شنیدید، بعضی ها کمتره. میخوام یه سری به اون داستان ها توجه کنیم که هر وقت اومد ذهن درگیر نباشه که اینا چی هست چی نیست. یه سری از داستان های بگیم که دینی و مذهبی و تاریخی، اینا رو میخوایم با هم دیگه زیر رو کنیم و بررسیش کنیم مطالب رو. ببینید، به عنوان مثال یکی از شخصیت های بسیار مهم که توی ادبیات بگیم حالا خصوصا عرفانی یا اصلا تو تلمیحات به کار میره، شخصیت مذهبی و عرفانی وجود داره، ابراهیم. ببینید، ابراهیم پیامبر معروف از چند جهت بچه ها ویژگی، من میخوام این کلمات مهم بیارم، وقتی حرف از حضرت ابراهیم شد تو به چند تا چیز باید توجه کنی. یه چیزی مثلا آتش، اون آتش بر او گلستان شد، گلستان شدن اون آتش. شخصیتی مثل نمرود، اون پادشاه وقت. به اینا پکیج با هم دیگه میاد، یعنی ممکنه یه جا آتش بیاره، یه جا نم گلستان بیاره، یه جا نمرود بیاره. کلمه‌ای مثل خلیل که لقب ابراهیم بود، به این حواست باشه، دقت کن، کلمه‌ای مثل خلیل که لقب ابراهیم محسوب میشد. شخصیت دیگه مثل
آذر دقت کنید، شخصیت مثل آذر رو هم، حالا البته آذر رو با رزه هم نوشتن، هر دوتا تو این موارد اومده و تکرار شده. پس این شخصیت ها وقتی در کنار هم قرار بگیرن، این موضوعات میتونه کنار هم یه موضوعی ازش در بیاد و به ذهنت برسه. یکی دیگه از شخصیت ها، شخصیت مذهبی که در نظر بگیریم، موسای پیامبر هست. بچه این شخصیت با داستان میبین، وقتی اسم موسا میاد فرعون طبیعتا در کنارش میاد، وقتی اسم موسا میاد نیل در کنارش هست. اون معجزه عصا و تبدیل به اژدها، یا مار. این بارها این موارد اومده و تکرار شده، یعنی وقتی این کلمات میاد، این نیل و معجزه، این همون عصا و اژدها و کلماتی مثل سحر، مثلا نمیدونیم که حالا شکاف رود یا رودخانه و امثال اینها، اینا کلماتی هست که تو این پکیج قرار میگیره. اینا رو بدونی، حالا یه بار ممکنه اصلا مستقیما خود موسی بیاد، یه بار ممکنه نه بیاد مثلا نمیدونم معجزه موسوی، نمیدونم بیاد از سحر مار بگه، از اژدها بگه، از نمیدونم نیل بگه، فرعون بگه، و چیزایی که تو این فضا وجود داره بیاد صحبت کنه. یکی دیگه از مواردی که باید بهش دقت کنی توی شخصیت ها، عیسی هستش بچه ها، عیسی نبی. خب یک لقب مهم، حالا این درسته در مورد بالایی من یه چیز بگم، این یادم رفت، لقب مهمی که بهش داده شده موسی کلیم الله هست. حالا این کلیم الله که میگه از همینجا، مثل اینجا که خلیل بود، حالا در مورد پایینی لقب معروف روح الله هستش. این از یه جهت شفای بیماران، زنده کردن مردگان. به این مفاهیم خیلی مهمه، در کنارش مثلا مثل مریم نام مادرش، اینا وقتی کنار هم اومده تو کنار هم، یا مثلا کلمه مثل مسیحا هم خیلی با میادش، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد. همین عیسی مسیح که به شکلهای مختلف و اسامی مختلف، به این کلمات چقدر پرکار برده تا بال، چند بار و چقدر اینا به گوشت خورده، ممکنه حواست نبوده، دقت نکردی، ولی از این به بعد باید تو ذهنت باشه این کلمات مهم هستن و قابل تأمل و توجه. یکی دیگه از این شخصیت ها، شخصیت سلیمان نبی هست. یکی از ماجراهای مهم که در مورد سلیمان میاد، شاید شنیده باشید بچه ها، اون مور و سلیمان، بگیم که همصحبتی. حرف از مور، این که زبان حیوانات رو میدونست، با مور صحبت میکردی، ماجرای مور یا کلمه نمل که اومده، یعنی مورچه توی زبان عربی، از همینجا ناشی میشه. کلماتی مثل اهریمن، دقت میکنی؟ یا مثلا والا بگیم که اینجا شیطان و اهریمن رو با هم بیاره، من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه بر او دست اهریمن باشد. این که گفتیم کلمه مثل نگین که گفتیم همینجا نماد پادشاهی بود، نگین سلیمان، از اون موارد بسیار مهم و پرکاربرد که بارها و بارها اومده و تکرار شده به شکل‌های مختلف، به بگیم که صورت‌های مختلف توی کلمات و توی حالا بگیم جملات و اشعار. یکی دیگه از موارد و شخصیت‌ها بچه‌ها، باز هم از پیامبران، آدم. وقتی حرف از آدم میشه، برمیگردیم به اون
حسابی که حالا اسمشو گذاشتن خلیفت الله دیگه، یعنی جانشین خداوند، اصطلاحی که براش میارن. اینا چیزایی که با هم دیگه خیلی وقتا میاد، کلماتی حالا در کنارش حوا دیگه ارز کنم، کلماتی مثل این سیب یا گندم، بهشت یا رزوان، اینا که هم معنیش با هم هستش. میگه من آدم بهشتیم اما مادرین سفر حال یسیر روی جوانان مهوشم. ببین آدم بهشت، این که از بهشت بگیم سقوط کردن و چیزایی که تو این مفاهیم میاد با هم دیگه، کلماتی مثل سیب، گندم، بهشت، رزوان، به شکلهای مختلف، به صورتهای مختلف این کلمات بارها و بارها تکرار شده و اومده. حالا چیزهای مهمتر رو داریم در نظر میگیریم. بعضی از اینها ممکنه شخصیتهای مثلا بگیم که اسطوره‌ای یا تاریخی باشن، مثلا یک شخصیتی مثل رستم، خب به صورتهای مختلف اون نمیدونم ماجرایی مثل نمیدونم حالا هم نبردش بگیم باش اسفندیار، نمیدونم اون سهراب از یک جهت، زال از یک جهت، سیمرغ از یک جهت دیگه. ببینید اینا شخصیت ها هستن که با همدیگه به صورت یک پکیج میاد. یکی از چیزهای مهمی که بچه ها تو این موارد باید خیلی بهش توجه داشته باشید همین هاست، اینکه کلمات رو در معانی مختلف میتونه به کار بره و در بافت های مختلف رستم در کنار این شخصیت ها، در کنار این نکات. پس خیلی از این موارد اول اصلا برمیگرده به چهره های مذهبی و شخصیت های دینی و یه سری شخصیت های اسطوره‌ای که در فرهنگ ما وجود دارن و حضور دارن، مثل ماجرا مثل رستم و اسفندیار و سهراب و همسالان که به شکل های مختلف میگم و بیان میکنیم. حالا من خواستم یه نمونه بگم، امثال وقتی این کلمات وقتی با هم بیاد تو یک فضا قرار میگیره، هیچ فرقی نداره، میتونیم کلی از اینها رو کنار هم بذاریم و اضافه کنیم. یا ایهام و ایهام های تناسب مهم، ایهام تناسب ها رو هم بچه ها جدی بگیرید، خیلی مهمه. من یه اینجا حدود 20 تا از کلمات، نه بیشتر، 30 تا از کلمات مهمی که به صورت ایهام یا ایهام تناسب به کار رفته آوردم، میتونید استفاده کنید ازش. از کلمه مثل همون روح و روان و مهر و لاله و بو، مدام، قلب، نگران، که به صورتهای مختلف به اشکال مختلف میاد، این کلمات رو آوردم و توضیح دادم معانیش رو. واقعا میتونم بگم که بخش زیادی از سوالات که این سالها تکرار شده از همین بخش ها بوده، از همین مواردی بوده که این کلمات اومده. یعنی همین کلمه مثل مهر، لاله، میبودم مثلا دور است و عهد، هوا، شیرین، پرده، راست، بار، چقدر این کلمات تکرار شده بارها و بارها بچه ها. مشتری، روی، خیش، از اون مواردی هست که پرتکراره، کلماتی که بیش از بقیه اومدن و تکرار شدن و هم میتونن به عنوان ایهام به کار برن، هم به عنوان ایهام تناسب به کار برن، و هر دو حالت استفاده میشن و کاربرد دارن، هیچ فرقی هم نمی کنن. ما وقتی میگیم ایهام، خب کلمه دو تا معنی داره، حالا همین رو به صورت ایهام تناسب آورده، هیچ تفاوتی نداره. خب بریم سراغ سوالات. از هر چه بگذریم بچه ها، سخن سوالات خوشتر است. بریم سراغ سوالات. بازم میگم این سوالات از سوالهای مختلف کنکور انتخاب شده، حالا بعضی جدیدتر بعضی قدیمتر. اون نکته که مد نظرم بود و میخواستم که ببینید رو مد نظر داشتم، واسه همین یه تأکیدی دارم روش. برای شروع میخوام یه سوالی، حالا بذار از همین شروع کنیم و دوباره برمیگردیم بهش. در کدام بیت ها هر دو آرایه، دقت کن، هر دو آرایه استعاره و جناس وجود دارد؟ یعنی اینکه الف به جیم دال ه اینا حالا ستا ستا جدا کرده، توی هر ستاش این آرایه ها وجود داشته باشه. یکم بریم ببینیم چیکار میکنیم. حالا یا استعاره یا جناس فرق نمیکنه.
ببینید اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشاندند. همینجا دقت کن، کلمه سرو رو دیدی؟ یعنی چه سرو روان؟ سروی که در حال حرکت، مگه سرو حرکت میکنه؟ همین کلمه سرو الان داشتیم، یکی از استعاره های بسیار مهم هست. پس تو الف باید داشته باشی. همین که سه و چهار نداره میگم آقا بذاریم کنار، میگم نه، ممکنه که سه تا گزینه دیگر آورده باشه، نتیجه نگیریم از این چون تعداد گزینه زیاده. پنج تا گزینه از شاید حالا رفته سه تا دیگر رو حساب کرده. آن خط انبر شکن بر برگ گل دانی که چیست؟ نافه مشک است که اندر جیب نسرین کردند. یکی از ویژگی های مهم هر تشخیصی، بس ما هر استاره، وجود آرای تشخیص و جانبخشی بود. تشخیص و جانبخشی بود. جیب یعنی یقه، برای نسرین که گل نسرین باشه یقه آورده. دقت میکنی؟ پس این هم شد دومی. الف داره، به هم داره. خب الف و به، الف و به دیگه انصافا گزینه‌هامون خیلی نزدیک شده به اینکه بخواد یا یک باشه یا دو باشه دیگه، وقتی این دوتا رو پیدا، ولی بازم کار نداریم. خلق را از لعل میگون تو، دقت کن، لعل میگون تو، ولی میخواد باید هر چک کنیم چون باید جناس هم توش داشته باشیم. لعل آورده، لعل استاره نبود؟ اینم استاره داری، من فعلا فقط استاره رو دارم چک میکنم. پس الف و ب و جیم تا اینجا استاره بود، یعنی اینجا تا اینجا استاره ها درسته. توی بعدیش هم که نگاه میکنم میگه سنبلش غارت ایمان نکند. سنبلیات گفته میگه از چیزایی که برای مو و زلف میادش سنبل هست. ببین چقدر پرکار برده. دوباره آن سهی سرو روان از سر پا ننشیند. آن سرو روان. پس متاسفانه بگیم که همه بیت ها اینجا استعاره دارن. سرو، لل، تشخیص اومده که بازم میشه استعاره، سنبول و سرو. مجبوریم به جناس توجه کنیم و از این به نتیجه برسیم. مثلا وقتی جناس رو چک میکنیم، بذار باید رنگ دیگه بنویسم، آخریش میگه آن سهی سرو روان از سر پا. سر و سر، از یه طرف میگیرم سر، از یه طرف میگیرم سر. خب اینا با هم دیگه جناس دارن، پس جناسش تکمیل شد. این یه دونه. سنبلش غارت ایمان نکند چون نکند، لب لعلش مدد جان نکند چون نکند. اینا که اصلا تکراره، ببین این اصلا تکراره. ایمان و جان رو میگیریم به بهانه های مختلف. خب ببینیم آخه جور در نمیاد کنارم دیگه. همینجا تو دال ما چیزی به اسم جناس نداریم، پس گزینه 3 و گزینه 4 میره کنار، چون گفته هر دوتا باید توش باشه. استاره داشتیم، منتها اینو نداریم، این رفت کنار. خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند، عقل را از چشم مفتون فتان تو مفتون کردند. خب جیم رو هم میخونیم ببینیم که آخه جیم بهش نمیخوره. بذاریم بمونه، ما شک داریم، بذاریم بمونه. آن خط انبر شکن بر برگ، دقت کن، بر و برگ. اینجا هم جناس داریم، پس تو ب جناس داریم، توی ب جناس داریم، تو هم جناس داشتیم، تو جیم نداشتیم، حداقل شبیه نبود. اهل دل گر جان بران سرو روان افشانده اند، از نسیم گلشن وصلش روان پروردن. گفته چنو جناس داشته باشی؟ خیر، نگفته چنو جناسی باشه. این روان معنی جاری، رونده، اینه که معنی روح و روان. خب جناس تام داری، تو ه داشتی، تو ب داشتی، توی الف هم که داری. خب الف ب ه گزینه 1 گزینه درستت میشه. حواست هست؟ پس ببین که از اون استعاره های مهم و موارد مهم چقدر میادش. سرو صحیح، صحیح ذهن تو درگیر نکنه، خیلی وقتا صفته برای سرو. سرو روان یا صحیح سرو، سرو صحیح به شکل های مختلف میاد. گزینه درستت اینجا میشه گزینه 1.
بریم سراغ سوال بعدی. بریم یه مدل متفاوت، سوال سه مثلا. آرایه های بیت زیر کدامه؟ گردد از دست نوازش پایه معنی بلند، مور را شیرین سخن دست سلیمان کرده است. ببین نگاه کن، همین الان یه لحظه دارم میبینم مور و سلیمان تلمی، ببینی؟ از این ور شیرین سخن بودن حسامیزی، پس حسامیزی داریم، حسامیزی داریم، تلمیح هست. من باشم دنبال دو تا چهار تا میگردم، جناس تام داریم یا نداریم؟ گردد از دست نوازش جناس تام نداریم، وزنه دو میره کنار دیگه، حرف از جناس تام که نیست. خب این از این، ببینیم که تضاد داریم یا نداریم. دست نوازش پایه معنی بلند، مو را شیرین سخن دست سلیمان، تضاد نداریم، گزینه یک هم میره کنار. مشترکاتش اسلوب معادله، اسلوب معادله، پس هر دوتا داره. استعاره، استعاره اصلا نمیخواد بری سراغش. بحث بر سر این است که آیا ما مجاز داریم یا حسن تعلیل داریم اینجا. از یه منظر ببینیم، میگیم خب دلیلی نتراشیده که ما بگیم که دلیل تراشی کرده و به زور دنبال یک حسن تعلیل بگردیم. از اون بر کلمه دست یا تو چهارای حساب میشد، گفتیم که دست به معنی قدرت، توان، نیرو، پس گزینه درست ما گزینه سه میشه دیگه، مشخص شد. دلیلی هم برای این بیت ما نداریم که در نظر بگیریم. سوال سه گزینه سه. ببینیم به اصطلاح بگیم که هم مجاز مهم هم تلمیح مهم، نمونه‌هایی که به شکل‌های مختلف اومده. ببین بعدی، حالا ببین یه نمونه دیگه داریم، ببین از انواع میخوام نمونه‌های مختلف حل کنیم. خب مثلا میگم سوال 11، از این مواردی که تو سال 11 وجود داره و پیدا میشه، ببینیم با هم. آرایه های مقابل همه ابیات بجز، کاملا درست است، اینو دقت کن. من از عدم به همین مژده آمدم به وجود، که هم بمیرم و هم زنده گردم از بویش. ما اونجا داشتیم وقتی کلمه یه بو رو دیدید سریع ذهنت میره به ایهام. از اون بر عدم داری، وجود داری، بمیرم، زنده گردم، هر دوتا رو داری. خب وقتی همچین چیزی باشه تضاد هم وجود داره، این دنبال به جز میگرده. کی میرسی به حلقه رندان پاک باز، تا نشکنی ز سنگ ملامت سبوی خیش. استعاره و تشبیه، حلقه رندان پاکباز، تشبیه نیومده، تا میگه با سنگ ملامت سبوی خود رو نشکنی. سنگ ملامت یعنی وقتی نگاه میکنم میبینم که ملامت رو به سنگ تشبیه کرده، پس اضافه تشبیهی داریم. یه چیز دیگه، با سنگ ملامت سبوت رو نشکنی، کوزت رو نشکنی. چی کوزه رو نشکنی؟ اگر پس کوزه اینجا بود میگم آها منظورش این کوزه است، پس اصلا هیچ نشونه عادی نداره. با سنگ ملامت این سبوی خود، میگه اینجا سبو رو میگیریم، استعاره، استعاره از وجود. سبوی خودت رو نشکنی، اینم استعاره. وزنه دو هم درست شد. نوح را کشتی شکست از طعمه طوفان عشق، همین که میگه نوح را همون شده را تلمی، کس نیامد بر کنار از بحر بی پایان عشق. بحر بی پایان عشق رو به بحر تشبیه کرده، عشق مانند دریا، اینم تشبیه. همینجا مشخص شد گزینه درست هم گزینه 4 هست.
منتها واسه اطمینان ببینیم که درد گزینه چهار چیه. نعره منصورت از هر مو به سر خواهد زدن، گر نهی پای طلب در حلقه مستان عشق. دقت کن، منصور شخصیت حسین منصور حلاج، اون شخصیت معروفی که به دار آویختن، اون ماجرای انالحق که من خدا هستم و این ماجرا که تو عالم عرفان یک ماجرای خیلی طولانی و بلند بالایی شد، تلمیح هست، اسلوب معادله نداره. نگفتم مگه وقتی ما میگیم اسلوب معادله یعنی دو تا مصرع میان که هیچ ارتباط ظاهری با همدیگه نباید داشته باشن. دقت کن، هیچ ارتباط ظاهری نباید داشته باشن. این یکی ادامه اونه، پس وقتی که ادامه باشه عملا دیگه چیزی به اسم اسلوب معادله نداریم. این یک جمله است توی اسلوب معادله، این باید یک جمله باشه، اون یک جمله دیگه باشه، در صورتی که اینجا دو تا جمله داریم که به هم دیگه اضافه شدن. پس گزینه 4 همون به جز ما حساب میشه، چون گر اومده اسلوب معادله نداریم، به مشکل برمیخوریم. خب بیام این سوال ببینیم. یکی از این سوالایی که گفتم جدیدن خیلی داره تکرار میشه، سوال 13 است که تعداد آرایه های تشبیه در همه ابیات به استثنای بیت گزینه فلان درست بیان شده. به این دقت کن، به استثنا اومده، همه بجز، همه بجز. تعداد آرایه های تشبیه، بازار حسن داری دکان در او ملاحت، وان دو عقیق شیرین در وی شکر فروشان. بازار حسن داری، یه دکان در او ملاحت، یعنی ملاحت و زیبایی و بانک بودن مثل دکان میمونه. و آن دو عقیق، اینجا عقیق رو نمیتونیم بگیریم، عقیق استعاره از لب هست، گفتم خیلی وقتا میاد استعاره از لب، عقیق و لعل و لب و اینا. اما میگه آن دو عقیق، اون لب مانند شکر فروش هستش. اینم از این، این مثل این میمونه، مشبه مشبه اون به بازار حسن هم که وجود داره. سه تا تشبیه داریم، حسن مانند بازار، میگه زیبایی تو مثل بازاره، اون با نمک بودنت مثل اون دکانی میمونه که در اون بازار وجود داره. و اون دو لبه بگیم که زیبا مثل چیه؟ اون شکری هست و شکر فروشانی که اونجا وجود دارن. سه تا قبول. ای پسته دهانت، به این پسته دهان همینجا نداشتی؟ اضافه تشبیه، اگه تنها اومده بود، تکی اومده بود، دیگه اضافه تشبیه نبود. شیرین و انگبین لب، من تلخ کام مانده در حسرت چنین لب. ببین انگبین لب، اون دوتا ترکیب تشبیهات گفتم، گل چهره پری پیکر، لب مانند انگبین، انگبین یعنی شهد و عسل. خب اینم دوتا، باز سپید است حسن طعمه او مرغ دل. ببین حسن مانند باز سپیده، دل مانند مرغ، که دل که حالا مانند مغمونه خودش مثل طعمه ای هستش، دوباره مرغ دل مانند طعمه. شیر سیاه هست اش مانند شیر سیاه، ما همه نخجیر او. میگه ما مانند نخجیر او هستیم. ببین یک دو سه چهار پنج، اینجا پنج تا تشبیه داری، دنبال اونی که متفاوت بیشتره میگرده، یعنی بیشتر که به استثناء میگرده. ای لب لعلت، به این لب لعل، لب لعل حالا مثل چی؟ مثل شکرستان میمونه. و ای دهنت چشمه حیوان من، اونم که ست. پس گزینه درسته ما گزینه سه میشه که بیشتر از اون تعداد اومده. حالا معمولا زن اونی که خب احتمالا اونی که گفته کمتر میشه، خیر بیشتر از اون تعداد اومده.
این نو سوال بچه ها توی همین یکی دو سال خیلی بیشتر پیدا میشه، تعداد رو بررسی کردن، هی پشت هم به شکلهای مختلف این رو آوردن، چه تعداد مجاز، چه تعداد تشبیه، چه تعداد نمیدونم مثلا مسند، فرق نمی کنه، چه آرایه چه دستور، به شکلهای مختلف بارها تکرار شده. خب بریم یه سوال دیگر ببینیم با هم دیگه. بریم سوال 8. آرایه های بیت زیر کدامند؟ دقت کن، آرایه های بیت زیر کدامند؟ من که جز باده نمی بود به دستم نفسی، دست گیرید که هستین نفسم باز به دست. خب دو تا چهار تا کنیم اونایی که برامون راحت تر. البته واقعا آرایه که یکم سخته، یعنی همه رو کنار هم آورده یک کوچولو پیچیده میشه. مثلا ما اینجا دنبال جناس بگردیم، میگیم خب باده، اونورم باد، جناس داریم، دست و هست، جناس داریم، جناس وجود داره، نمیتونیم به نتیجه برسیم. بریم سراغ تشبیه. من که جز باده، ولی میگیم چیزی شبیه شده، میگیم نه چیزی به چیزی شبیه نشده، خداحافظ تشبیه. از اینه دو و سه کنار گذاشته میشه. وقتی این دوتا رو ببینیم، میبینیم که مجاز مشترکه، کنایه مشترکه، تو اینا با هم دیگه اومدن. خب دعوا بر سر این هستش که حالا یا مراتب نظریم که تناسب زیاد با کنایه و تناسب کار نداریم، آیا ایهام یا واج آرایی. مثلا ما نرسیدیم به اینکه مجاز رو بخوایم حل کنیم، ولی همینجا یکی از کلمات گفتیم نفس هست، یعنی لحظه، مجاز مهم. این نفس یعنی این لحظه، این زمان، یه مجاز مهم و پرکاربرد. سین سین پشت هم به دستم نفسی، دست گیرید که هستی نفسم باد به دست. باجاره اومده. هیچ کلمه ویژگی ایهامدار شدن نداره. از گزینه درست میشه گزینه یک. هیچ کلمه این قابلیت رو نداره تو بخوای معنای ایهام بهش بدی. این به این ترتیب. پس گزینه درست هم گزینه یک. خب بیم سوال 7. سوال 7 هم نکته جالبی داره. من بیشتر تاکیدم تو این سوال 7 مثلا توی تضمین هستش، که یکی از سوالایی هم که بچه‌ها بازم میپرسن همینه. آقا تضمین رو چجور پیدا کنیم؟ چجور گفتیم وقتی به تلمیح میرسیم میگه که مثلا چجور بخوایم تلمیح پیدا کنیم؟ مگه حفظیم آیاتو؟ اینجا هم اینطوری هم آقا مگه ما شعرها رو حفظیم؟ میدونیم از بر کنیم چیکارش کنیم؟ یه نکته که در مورد تضمین باید دقت کنی اینه. برای اینکه امروز نیستش که طرف وقتی یه کتابی چاپ میکنه، یه متنی داره، یه نکته‌ای داره، میگه که این مثلا وزارت ارشاد چه تایید کرده، این شابکشه، این شمارهشه، همه چی مشخصه. قدیم اینطور نبود. برای اینکه طرف به دزدی متهم نشه، میومد اسم و تخلص مال خودش بود، یا اگر نبود اسمی می آورد که بگه چی؟ که بگه حواست باشه اینجا وقتی هم چیزی من میدونم این شعر خودم نیست، تو دارم استفاده میکنم، نگی بهم تو داری دزدی میکنی، حواسم هست. حالا پس دنبال چیزی باید باشیم که یه اسم بیاره بگه من دارم از شعر کسی استفاده میکنیم. میگه تو شور کوه کن آور نه قصه شیرین. از قصد میخوام تضمین رو چک کنم، که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن. تلمیح داره ولی تضمین نداره، نگفته که شعر خاصی رو دارم استفاده میکنم یا آیه خاصی. به بوی زلف تو در پیشگاه باد سحر، به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن. به زیر زلف پرندین بامداد خیال، تویی چو چشمه خورشید در درخشیدن. هنوز چیزی که بچسبه بمون. به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ. ببین یا اسم شاعر رو میاره یا چیکار میکنه، یه لقبی ازش میاره. اینجا وقتی حافظ رو آورده تو خیالت راحت شد، تموم شد و رفت، من تضمین کردم شعر رو. منم که شهره شهرم
به عشق ورزیدن تمام. یعنی با همین یه دونه، پس تضمین اگرچه سخت نشون میده بچه ها، اما نکتهش اینه چون که تک هست و خاصه، با گشتن دنبالش رو پیدا کردنش اصلا نمیخواد چک کنی. تموم، حواست هست؟ به شهر عشق منم شهریار، ایهامش هم شهریاره، یکی پادشاه این شهره، یکی از معانی شهریار پادشاهه، یکی اون شهریار شاعر، اون شین هم که مشخصه، شهر عشق شهریار، شهره شهرم عشق ورزیدن، این ش مدام داره تکرار میشه. اینم که از این، به شهر عشق منم شهریار و مانند حافظ، از همه گزینه‌ها در این اومد، مشخصه؟ میبینید دیگه. پس به این ترتیب ما میخوایم اینا رو پیدا کنیم و حلش کنیم که از این طریق به نتیجه برسیم. وقتی حرف از تضمین شد، برای اینکه مطمئن بشی تضمین چیه، برو ببین آیا توی بیتی، سوالی، نکته‌ای، مطلبی چیزی گفته، گفته که آیا من دارم از فلان کس استفاده میکنم، این شعر از حافظ، این مال لسان الغیب از فردوسیه، نمیدونم سعدی شیرین سخن، یه چیزی میاره که بدونی اون در یک معنای دیگه داره به کار میره. خب بریم سوال دیگه. سوال 5، تشبیه جناس استعاره تضاد ایهام تناسب. سوال جوندار و قدر قدرتیه. حالا نه، من باشم میگم باید جناس برم، جناس توی ب دال دال ه، در سایه ایوانش اگر راه نیابی، خورشید صفت بر در و دیوار. پس جناس داریم، توی ب هست. بعدی تو دال، چون بر سر آب است. اینم نمیتونیم به نتیجه برسیم. بریم ه ببینیم. از کفر سر زلف بتان گر خبرت هست. اینم از این. پس متاسفانه از جناس که آسون بود نتونستیم به نتیجه برسیم، مجبوریم بریم سراغ آرایه های بعدی. حالا یکی میگه تضاد، یکی میگه میخوام سخت‌ترش کنم تشبیه، میگیم بریم تضاد رو ببینیم. تضاد یکی مونده به آخره تو ه، از این ور میگیم کفر داریم، از این ورم حالا کفار و مؤمن، از تضاد هست. از این ور پس تو ه، اینم تو ه اومده. تو جیم، بر پرتو خورشید رخش تاب نیاری در سایه. اینجا خورشید، آفتاب، این برم سایه، متاسفانه توی جیم هم اومده. بیم الف ببینیم. ای باد صبا بحر دل خسته. خب تو الف دیگه نداریم، خدا رو شکر، تموم. پس چهار میره کنار دیگه، مجبوریم سراغ آرایه های درست حسابی بریم. مثلا تشبیه، تشبیه الف به الف، ای باد صبا. خب توی الف بچه ها هر چی میخونن، ای باد سوا گفته، استعاره هست منتها تشبیه. پس الف کنار میره، الف کنار میره، تنها گزینه که مونه گزینه دو هست. خورشید صفت، یه سری پسوندهای شباهت داشتیم، میگفتیم این پسوندهای شباهت مثل و مانند دارن. مثل خورشید، مانند خورشید، مشخصه. تو جیم باید ایهام تناسب داشته باشیم. کلمه یه تاب بچه، یکی تاب و تحمله، بگیم حالا یکی تحمل، یکی دیگه تاب به معنی اون پیچ و تاب، یکی اینجوری، یکی دیگه از تاب به معنی نور و تابش و اینها. معنی اصلیش تاب و تحمله. از این ور یه تاب به معنی نور با خورشید تناسب داره، یه تاب به معنی پیچ و تاب با زلف تناسب داره. پس هر کدوم رو حساب میکردی هیچ فرقی نداشت. یه بار دیگه اینو میگم، تاب در معنای تحمله اینجا، یکی دیگه از معنی تاب میگیم که اون به اصطلاح بگیم که پیچ و تابه که با زلف تناسب دیگه، تابش و تاب و اینها. این هم یکی دیگه از سوالاتی بود که خب بیام سوال 4، ایهام تناسب حسن تحلیل کنایه اسلوب معادل تناقض.
من باشم سراغ یا اسلوب معادله میرم یا تناقض، یکی از این دوتا هر کدوم به سلیقه خودتون. من تناقض رو انتخاب میکنم. توی ه به غیر عشق کسی حال دل نمیداند، همیشه طفل ز دیوانگان خبر این گیرد بود. تو ه نداریم بچه ها، پس وزن یک سه میره کنار. برایتونان برو ببینیم. خفته بیدار گیر، این از این. بعدی ببینیم میتونیم با اسلوب معادله که آسان‌تر یا آسان‌ترین حلش کنیم. یا دال یا ه. ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی، زان رو جهانی به جمالش نگران است. این ادامه قبلیه، پس چیزی به اسم اسلوب نمیتونه داشته باشه. و تازه یک ویژگی زان روی داره دلیل میاره براش، در واقع حسن تحلیل ماست. برای اطمینان ما چی میدیدیم؟ یا دال رو میدیدیم یا هه. به غیر عشق کسی حال دل نمیداند، این یک جمله. همیشه طفل ز دیوانگان خبر گیره، این هم یه جمله دیگه. دو تا جمله که به هم هیچ ارتباطی ندارند، حواست باشه، هیچ ارتباطی به هم ندارن. پس ما اینجا توی دال چیزی به اسم دال کجا رفت؟ توی گزینه آن هر تو ه بود. من حواستم باید یک داشتم چک میکردم. این تو ه وجود داره، اینم تو ه وجود داره، نمیتونیم به نتیجه برسیم. از اون بر حالا مجبور انتخاب کنیم. من باشم میرم حسن تعلیل توی دال یا الف. خب تو دال حسن تعلیل داشتیم، اما توی الف مست می سپارم جان. اصلا بگیم توی الف هم داریم، بیایم سخت کنیم کارو. تو دال داریم، توی الف هم داریم. دیگه بدتر از این امکان نداره که مجبور بشیم سراغ ایهام تناسب بریم. یا جیم یا دال. صد هزاران بلبل خوشگوست در باغ وجود، گر نباشد چون توی سلمان هزاری گو مباش. کلمه هزار یکی به معنی عدد هزاره، یکی به معنی همون بلبل هستش. خب معنی اصلیش که اینجا مشخصه، عدد درسته. معنی دیگه که اونجا معنی بلبل باشه با خود کلمه بلبل تناسب ایجاد کرده. پس توی گزینه جیم ما ایهام داریم، اما توی گزینه دال هیچ کلمه ای قابلیت ایهام شدن نداره. هیچ کلمه ای قابلیت ایهام شدن نداره بچه ها توی گزینه. پس طبیعتا گزینه درسته ما گزینه دو میشه. بیایم سوال 6، بیایم سوال 6 رو بررسی کنیم. ای صبر توی دائم. این بچه غلط امرو، اینجا حسن تعلیل هست، یکم تعلیل. سرمایه پروانه کار دل، دل شیفته پروانه است از نار نگه دارش. اولا یک دو تا چهار تا کنیم، جناسه تام داریم یا نداریم، اینجور چیزا رو بررسی کنیم. بگیم که پروانه یکی از معانیش میشه یعنی اجازه. بله اینجا معنی اجازه میده، این یکی پروانه معنی اون نشره. پس جناسه تام داریم، جناسه تام داریم اینجا. بگیم جناسه ناقص داریم اینجا، بریم بررسیش کنیم. از این بر کار، از این بر هم نار. پس جناسه ناقص هم وجود داره، نمیشه از جناسه به نتیجه رسید. بگیم دوتا چهارتاش کنیم، حسن تعلیل داریم یا نداریم. این دلیل داره میتراشه، یکم با هم نگاه کنیم، سبک سنگینش کنیم، کنار هم حسابش کنیم، ببینیم آیا میتونیم به این نتیجه برسیم. میگه که حسن تعلیل و دلیل اینجا نیاورده براش، هیچ دلیلی نیاورده برای اینکه بگیم به این دلیل دیوانه شده، به این دلیل این اتفاق براش افتاده، به این دلیل این مشکل داره. هر دوتا مشترکن ایام تناسب دارن. ایام تناسب اتفاقا کلمه پروانه هست، این یکی پروانه یعنی اجازه، یه پروانه دیگه گفتیم یعنی اون حشره در نظر بگیری، با این و با این نار تناسب داره. خب ببین تشبیه ما با کنایه کار نداریم، مشترکه. ای صبر غیر انسان رو صدا کرده،
پس استعاره هم داره. حالا بریم سراغ این دعوا سر اینه که تشبیه یا استعاره. دل شیفته مانند پروانه است. پس دل رو به پروانه تشبیه کرده. ما گزینه دو رو انتخاب میکنیم. تمام. گزینه دو اینجا نمیتونیم در معنای مجازی کلمه ای رو به کار ببریم و در مفهوم مجازی استفاده کنیم، به همین دلیل از اون قاعده خارج شده، دیگه نمیتونه اون مفهوم و اون ویژگی رو داشته باشه. ببین بچه ها، یه جنبندی کنیم در مورد مطالب و کار امروزمون و ببینیم که چیکار کردیم. امروز اومدیم با کمک شما بچه ها بحث مربوط به آرایه ها رو یه جنبندی و یه دستبندی کردیم. اومدیم چند تا از آرایه های مهم رو با هم دیگه بررسی کردیم. آرایه هایی مثل استعاره و انواعش، آرایه مثل تشبیه و نوع مهمش، ایهام ها و ایهام تناسب های مهم، مجاز ها و استعاره های مصرح مهم. همون بخش مجاز و استعاره مصرح فوق العاده میتونه براتون کاربردی و مهم باشه و به دردتون میخوره. اینا رو با هم بررسی کردیم، چک کردیم. لطفاً تا زمان کنکور 10 بارم که شده، 20 بارم که شده، به این کلمات پرکاربرد توی بحث استعاره و مجاز دقت کن و رجوع داشته باش. از اون مواردی هست که بارها و بارها و بارها خواهی داشت، پس حواست باشه، دقت کن، چک کن داری چی کار میکنی. اومدیم بعد سراغ سوالات. بگیم وقتی حرف از مجاز میزنیم این مجازها اینجا اومده، حرف از استعاره میزنیم این استعاره اینجا اومده، تکرار میشه به شکلهای مختلف. چیز دیگه که برای انشاءالله هفته آینده در نظر گرفتم یه بحث مربوط به حالا لغات و املا. حالا ممکنه یه تعداد سوالای کلی هم بخوایم با هم بررسی کنیم، ولی بحث مهمی که باهاش سر و کار داریم و میخوام جلسه بعد انشاءالله این کار انجام بدیم، یه سری از لغات پرکاربرد و غلطهای املایی مهم رو با هم دیگه بررسی کنیم و تو نمونه سوالات ببینیم این کلمات چقدر تکرار شده. نکاتی که تقریبا میتونیم بگیم حالا لغوی و دستوریه، یه بخشش به لغت بسته گره، یه بخشش به اونه، با هم چک کنیم، با هم بررسیش کنیم که انشالله این جمع و جور بشه، خیالمون از این راحت بشه. پس انشالله برای جلسه بعد آماده باشید، خودتونو آماده کنید برای بحث مربوط به لغت و املا. و حالا اگر تاریخ ادبیات نکته هم داشته باشه بگم، میخوام بحث لغت، املا، تاریخ ادبیات یک جلسه با هم دیگه جمعش کنم و نکاتش رو خدمتتون بگم که با هم به یه اتفاق نظری برسیم. ممنون از اینکه ما همراه بودید. امیدوارم که مطالب امروز بچه ها به کارتون بیاد و به دردتون بخوره. برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. شاد و پیروز باشید.